بخش اول تحلیل بازی ها. یک، تحلیل ساخت. مشاهده دقیق فعالیت های اجتماعی فی‌البداهه که بیشترین اثر را در انواع خاصی از گروه های رواندرمانی داشته چنین آشکار می کند که گهگاه حالات و دیدگاه ها و لحن صدا و کلمات و سایر جنبه های رفتار مردم تغییرات قابل توجهی پیدا می کند. این تغییرات رفتاری اغلب با تغییرات احساسی همراه است. در هر فرد مجموعی از الگوهای رفتاری خاص مؤلف یک حالت روانی اوست. حال آنکه همین فرد در حالت روانی متفاوتی الگوی رفتاری دیگری بروز می‌دهد که غالباً متناقض با قبلی است. این تغییرات و تفاوت‌ها سبب پیدایش فرضیه حالت من گردیده. به زبان تخصصی حالت من را از نظر پدید شناسی می توان یک نظام احساسی مرتبط و در عمل مجموعی از الگوهای رفتاری مرتبط توصیف کرد. به زبان عملی تر حالت من نظامی احساسی است که الگوهای رفتاری مربوط به خود را به همراه دارد. به نظر می رسد که هر فرد جدول محدودی از این حالات من را داراست و این حالات من نقش نیستند بلکه واقعیت های روانی هستند. جدول حالت من را می توان به شرح زیر دستبندی کرد. یک، حالاتی که همانند ظواهر والد فرد است. دو، حالاتی که به گونه مستقل متوجه ارزیابی واقع بینانه واقعیت هاست و سه، حالاتی که نمایانگر آثار گذشته ولی هنوز فعال آن دسته از حالات من است که در دوران اولیه کودکی تثبیت شدند. به بیان تخصصی این سه دسته را به ترتیب حالات من روانی برونی، روانی جدید و روانی قدیمی می نامند. به زبان عامیانه نمایش این سه دسته حالات من را والد و بالغ و کودک می نامیم و این سه واژه ساده تمام مقاصد ما را در تحلیل تبادلات و بازی ها به استثنای مباحث فنی برآورده می کند. پس وضع بدین قرار است که هر فرد در هر موقعیت معین از زندگانی اجتماعیش یک حالت من شامل والد، بالغ یا کودک را ابراز می دارد و افراد ممکن است به تناسب آمادگیشان از یک حالت من به حالتی دیگر تغییر وضعیت دهند. این ملاحظات منجر به ظهور گزاره‌های تشخیص معینی می شود. این والد توست، یعنی تو در این لحظه در همان حالت روانی هستی که یکی از والدینت یا جانشین آنها بود و مانند او پاسخ می دهی. یا همان حالات بدن و اشارات و کلمات و احساسات و غیره. این بالغ توست، یعنی تو در این لحظه ارزیابی مستقل و واقع بینانه ای از وضعیت موجود بروز داده ای و این جریانات فکری یا مسائلی که میبینی یا نتایجی را که گرفته ای با حالتی بدور از تعصب اظهار میکنی. این کودک توست، بدین معنی است که عکس العمل تو در این لحظه عیناً همان است که وقتی بچه کوچکی بودی بروز میدادی.
معنای ضمنی مطالب فوق از این قرار است: یک، هر فرد پدر و مادری یا جانشین آنها را داشته است و در درون خود دارای مجموعی از حالات من است که بازآفرین حالات من آن پدر و مادر است، همانطور که وی آنها را می دید. و این حالات من پدری یا مادری ممکن است در شرایط معینی فعال شود. کارکرد روانی برونی: به زبان ساده، هر کسی پدر و مادرش را در درون خود دارد. دو، هر فرد اهم از بچه ها، بیماران عقب افتاده ذهنی یا اشخاصی که به اسکیزوفرنی مبتلا هستند می تواند اطلاعات ذهنیش را در مغزش مرتب کند، به شرط آنکه حالت من مناسب او به کار بیفتد. کارکرد روانی جدید: به زبان ساده، هر کس یک بالغ در درونش دارد. 3. هر شخصی روزگاری از امروزش جوانتر بوده است، پس در مغز خود آثار ثبت شده ای از سالهای اولیه زندگیش دارد که این آثار در شرایط و موقعیت‌های معین فعال می شود. کارکرد روانی قدیمی: به زبان ساده، هر کس در درون خود پسر بچه یا دختر بچه کوچکی دارد. در اینجا مناسبت دارد که نمودار اول شکل یک الف را که نمودار ساخت نام دارد ارائه دهیم. این طرح نمایانگر شخصیت کامل هر فرد و شامل حالات من والد، بالغ و کودک می باشد. این سه حالت کاملا از یکدیگر مجزا نگه داشته شده اند، زیرا با یکدیگر بی اندازه متفاوت و در اکثر مواقع متناقض هستند. این تمایزات ممکن است در نظر ناظری بی تجربه چندان واضح نباشد، ولی اگر کسی به خود زحمت دهد که این طرح تشخیص ساختی را فراگیرد، به زودی موضوع را بسیار جالب و مؤثر می‌یابد. به جاست که از این پس از اشخاص واقعی به عنوان والدین، کودکان یا افراد بالغ یاد کنیم بدون گیومه، ولی واژه‌های والد، کودک و بالغ درون گیومه را موقعی به کار ببریم که منظورمان حالات من باشد. شکل یک به شکل ساده شده و مناسبی از نمودار ساخت شخصیت را ارائه می دهد. قبل از پایان دادن به موضوع طرح ساخت شخصیت، لازم است زیر و بم‌های خاصی را یادآور شویم. 1. در طرح ساخت شخصیت هرگز از واژه کودکانه استفاده نمی‌شود، زیرا این کلمه در اذهان مترادف است با سبکی و ناپسندی و حالتی که باید متوقف گردد و کنار گذاشته شود. ترکیب مثل بچه ها را گاهی برای توصیف کودک، حالت من قدیمی، به کار می بریم، چون بیشتر جنبه زیستی را مجسم می کند، نه تعصب را. در واقع از بسیاری از جاهات کودک با ارزشترین جنبه شخصیت محسوب می شود و می تواند در زندگی فرد همان آثاری را داشته باشد که یک بچه در زندگی خانوادگی دارد، یعنی خوشحالی، جذبه و خلاقیت. اگر کودک درون فرد ناسالم باشد، عواقب آن نیز ممکن است تلخ باشد، ولی در رفع این ناراحتی نیز می توان و باید اقدامی کرد. 2. همین استدلال برای واژه‌های عاقل یا غیر عاقل نیز صدق می کند.
در این نظام مفهومی تحت عنوان شخص غیر عاقل وجود ندارد، فقط اشخاصی هستند که در آنها کودک گاهی بی مناسبت یا بی موقع همه چیز را به دست می گیرد، ولی همه این اشخاص در اندرون خود بالغ کامل و خوشساختی نیز دارند که فقط لازم است آن را از پرده بیرون کشید یا فعال کرد. بالعکس، اشخاص به اصطلاح عاقل کسانی هستند که قادرند بالغ را بیشتر اوقات تحت تسلط داشته باشند، ولی در آنها نیز مثل هر کس دیگر گهگاه کودک مسلط می شود و اغلب نتایجی مخرب به بار می آورد. 3. باید توجه داشت که والد به دو شکل ظاهر می شود، مستقیم و غیر مستقیم، یعنی به شکل حالت من فعال یا به شکل یک تأثیر. هر وقت والد مستقیماً فعال باشد، پاسخ فرد عیناً همان است که پدر یا مادرش داشت: هر کاری من می‌کنم بکن. هر وقت والد فرد در حال تأثیر گذاردن غیر مستقیم باشد، رفتار او طوری است که پدر یا مادرش از او توقع داشت: هر کاری من می‌کنم نکن، هر کاری من می‌گویم بکن. در مورد اول او یکی از آنها می شود و در مورد دوم خود را با خواسته های آنها تطبیق می دهد. 4. به این ترتیب کودک نیز به دو شکل ظاهر می شود: کودک تطبیق یافته و کودک طبیعی. کودک تطبیق یافته آن است که رفتار خود را تحت تأثیر والد تغییر شکل داده، رفتارش همانطور است که پدر یا مادرش می‌خواست، به طیب خاطر یا از روی اجبار. ممکن است خود را با کنارگیری و نکنال تطبیق داده باشد. پس تأثیر پدر و مادر علت است و کودک تطبیق یافته معلول، اما کودک طبیعی اظهار خود به خودی نشان می‌دهد. مثلاً تقیان یا خلاقیت. اثبات تحلیل ساخت شخصیت را می توان در عواقب مستی مشاهده کرد. در این حالت معمولاً اول والد از کار می افتد، به طوری که کودک تطبیق یافته از تأثیر والدین آزاد می شود و در اثر این آزادی به کودک طبیعی تبدیل می گردد. تا آنجا که ساخت شخصیت مربوط است، برای تجزیه و تحلیل مؤثر بازی‌ها چندان نیازی به توضیح بیشتر نیست. حالات من در هر شخص پدیده‌های جسمی و بهنجارند. مغز اندام اصلی تنظیم کننده زندگی روانی است و محصولات آن به صورت حالات من تنظیم و ذخیره می شود. برای این نکته شواهد ملموسی در یافته های دکتر پنفیلد و همکارانش موجود است. نظام های تفکیک کننده دیگری نیز در سطوح مختلف وجود دارد، نظیر حافظه معمولی. ولی شکل طبیعی هر تجربه جزء حالات متغیر نفس قرار می گیرد. هر سنخ از حالات من در ساختار جسمی آدمی ارزش حیاتی خاص خود را داراست. در وجود کودک درک و خلاقیت و سائقهای فی‌البداهه و لذت نهفته است. بالغ برای زنده ماندن ضروری است. بالغ اطلاعاتی را که برای مواجه شدن مؤثر با دنیای خارج اساسی است، در خود تنظیم و طبقه بندی می کند و احتمالات را تخمین می زند. بالغ همچنین موانع و اتضاعات خاص خود را تجربه می کند. مثلا عبور از جاده شلوغ مستلزم به جریان انداختن مقدار زیادی اطلاعات پیچیده مربوط به سرعت است. هیچ حرکتی انجام نمی شود تا آنکه محاسبات مغز
علائمی از حد اعلای احتمال ایمنی را برای رفتن به آن سمت جاده اعلام کند. رضایت حاصل از این قبیل محاسبات موفقیت آمیز است که موجب لذایذ اسکی و قایقرانی و سایر ورزش‌های پرتحرک را فراهم می‌آورد. یکی دیگر از وظایف بالغ تنظیم اعمال والد و کودک و وساطت بی‌طرفانه بین آنهاست. والد دو کارکرد مهم دارد. نخست آنکه فرد را قادر می‌سازد همچون پدر یا مادر بچه‌های واقعی عمل کند و از این راه بقا و تداوم زندگی نوع بشر را امکان پذیر می سازد. ارزش این جنبه شخصیت وقتی آشکار می شود که می بینیم در بزرگ کردن بچه ها اشخاصی که در بچگی یتیم شده اند بیشتر مشکل دارند تا آنها که زیر پروبال پدر و مادر به دوره بلوغ رسیدند. دیگر آنکه والد بسیاری از پاسخهایش را به طور خود به خود اعمال می کند و از این طریق مقدار زیادی وقت و انرژی حفظ می شود. بسیاری از اعمال و رفتارهای ما به این دلیل انجام می شود که باید اینطور بشود. این امر کارهای عادی را به عهده والد می گذارد و بالغ را از زحمت هزاران هزار تصمیم گیری جزئی خلاص می کند تا بتواند به وظایف مهمتری بپردازد. به این ترتیب است که هر سه جنبه شخصیت ارزش حیاتی و زیستی بسیار زیادی دارند و فقط هرگاه یکی از آنها نظم و تعادل بقیه را برهم زند، لزوم تجزیه و تحلیل این اختلال و تنظیم مجدد احساس می شود. در غیر این صورت هر یک از سه جنبه والد، بالغ و کودک دارای ارزش مساویند و در زندگی کامل و بارور جای حق خود را دارند. دو، تحلیل تبادل. واحد آمیزش اجتماعی تبادل یا رفتار متقابل نام دارد. اگر دو یا چند نفر در برخوردی اجتماعی با هم روبرو شوند، دیر یا زود یکی از آنها حرفی میزند که به گونه‌ای نشانه به رسمیت شناختن فرد یا افراد دیگر است. این را محرک تبادل می نامیم. آنگاه شخص دیگری متقابلاً حرفی می زند یا به گونه‌ای کاری می کند که به نحوی با این محرک ارتباط دارد و ما آن را پاسخ تبادل می نامیم. تحلیل ساده تبادل ممکن است با این امر سر و کار داشته باشد که معلوم شود کدام حالت من سبب بروز محرک تبادل شد و کدام حالت من دادن پاسخ تبادل را بر عهده داشت. ساده ترین نوع تبادل ها تبادلی است که در آن جنبه های بالغ هر دو طرف شرکت کننده مسئول بروز محرک و دادن پاسخ باشد. به عنوان مثال جراح از روی اطلاعاتی که دارد دستش را دراز می کند و می گوید چاقو. پاسخ دهنده این حرکت را به درستی درک می کند و فاصله را تخمین می زند و دقیقاً چاقوی مناسب را در دست جراح و درست همانجا که وی انتظار دارد می گذارد. از نظر سادگی تبادل‌های کودک والد در مرحله دوم قرار دارند. بچه تبالود آب می‌خواهد و مادر تیماردار لیوانی آب می‌آورد. این دو تبادل هر دو از نوع تبادل‌های مکمل هستند. به این معنی که در هر یک از آنها پاسخ واکنشی است مناسب و قابل انتظار و از نظم طبیعی روابط سالم انسانی پیروی می کند. اولی که تبادل مکمل
سنخ اول نامیده می شود در شکل دو الف نشان داده شده است. دومی که تبادل مکمل سنخ دوم است در شکل دو به نشان داده شده است. اما روشن است که تبادل ها صورت زنجیره‌ای دارند، به طوری که هر پاسخ به نوبه خود محرکی برای تبادل بعدی محسوب می گردد. نخستین قاعده ارتباط از این قرار است: مادام که تبادل ها از نوع مکمل باشند، ارتباط به آرامی ادامه می یابد. نتیجه طبعی این قاعده آن است که تا وقتی تبادل‌ها از نوع مکمل باشند، ارتباط ممکن است تا بی نهایت ادامه یابد. این قاعده اصولاً مستقل از ماهیت و محتوای تبادل‌ها عمل می‌کند و کاملاً بر اساس جهت بردارهایی قرار دارد که در کارند. مادام که با تبادل‌های مکمل سر و کار داشته باشیم، بر اساس این قاعده فرق نمی‌کند که مردم به انتقاد از دیگران مشغول باشند. والد والد مسئله‌ای را حل کنند، بالغ بالغ یا با هم بازی کنند، کودک کودک یا والد 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 کودک. قاعده عکس از این قرار است: هرگاه تبادل از نوع تبادل متقاطع باشد، ارتباط قطع می شود. رایج‌ترین تبادل متقاطع، تبادل متقاطعی است که در شکل سه الف تحت عنوان تبادل متقاطع سنخ اول نشان داده شده است. این تبادل بیشترین مشکلات اجتماعی دنیا را خواه در زناشویی، عشق، دوستی و یا کار به وجود می آورد. این سنخ از تبادل است که روان درمانگران با آن سر و کار دارند و نمونه مشخص آن در واکنش انتقال شناخته شده در روانکاوی می‌بینیم. محرک این تبادل بالغ بالغ است. مثلا شاید بد نباشد به دکتر مراجعه کنی تا بفهمیم چرا این اواخر اینقدر زیاد مشروب می‌خوری، و یا عزیزم می‌دانی دکمه سردست‌های من کجاست؟ پاسخهای مناسب در سطح بالغ بالغ برای سوالات فوق ممکن است به ترتیب چنین باشد: آره شاید بد نباشد، خودم هم خیلی دلم میخواهم بفهمد چرا، یا روی میز. اما اگر پاسخ دهنده عصبانی شود، پاسخها ممکن است چنین باشد: تو همیشه فقط عیبهای مرا میبینی، درست مثل پدرم، یا همیشه برای هر چیز از من بازخواست میکنی. هر دو پاسخ پاسخهای کودک والد هستند و همانطور که نمودار تبادل نشان میدهد، بردارها متقاطعند. در چنین مواردی باید مشکلات بالغ در مورد افراط در مشروبخواری و دکمه سردست را کنار گذاشت تا بردارها از نو کشیده شوند. این امر ممکن است در مورد مشروب خاری حتی چند ماه و در مورد دکمه سردست ها فقط چند ثانیه طول بکشد. یا عامل باید به عنوان مکمل کودک فعال شده پاسخ دهنده، مثلا والد، عمل کند، و یا بالغ پاسخ دهنده باید به عنوان مکمل بالغ عامل از نو فعال شود. وقتی خدمتکار در بحث بر سر ظرفشویی از کوره در می رود، گفتگوی بالغ بالغ درباره ظرف‌ها به پایان می رسد، یا فقط سخنرانی در سطح کودک والد جریان می یابد، و یا بحثی متفاوت با موضوع و در سطح بالغ، یعنی درباره اخراج او از کار.
نمودار معکوس تبادل متقاطع سنخ اول در شکل 3B ارائه شده است. این واکنشی ضد انتقال است که روانکاوان با آن آشنا هستند. در این حالت بیمار نظری واقع بینانه و بالغانه اظهار می کند و روانکاو در پاسخ مثل پدر یا مادری خطاب به بچهش عمل می کند و بردارها را متقاطع می سازد. این تبادل متقاطع سنخ دوم است. در زندگی روزمره می دانی دکمه سر دستای من کجاست؟ ممکن است با این پاسخ روبرو شود؟ چرا مواظب وسایل خودت نیستی؟ دیگر بچه که نیستی؟ نمودار ارتباط ارائه شده در شکل 4 که 9 بردار یا تمام احتمالات ممکن عمل اجتماعی را بین عامل و پاسخ دهنده نشان می دهد، خود شامل برخی کیفیت های هندسی در خور ملاحظه است. تبادل های مکمل بین برابری های روانی نشان داده شده است. 3 تبادل ممکن دیگر نیز هست. 4-2-2-4-7-3-3-7-8-6-6-8. بقیه ترکیب ها همه تبادل های متقاطع ایجاد می کنند و در بیشتر موارد این ترکیب ها به صورت تقاطع در نمودار نشان داده می شود، مثل 7-3 و 3-7 که نمودار 2 نفر است که بدون تکلم به چشم های هم زل زده اند. اگر هیچ یک از آنها کنار نیایند، یعنی رفتار دیگری را آغاز نکنند، ارتباط به آخر می رسد و باید از هم جدا شوند. رایج‌ترین راه حل این است که یکی تسلیم شود و تبادل مکمل 3-7 را انتخاب کند و در نتیجه به بازی سرسام منجر می شود، یا بهتر این که 5-5 را انتخاب کنند، یعنی هر دو بزنند زیر خنده و دست یکدیگر را بفشارند. تبادل های مکمل ساده عموماً به طور سطحی در روابط کاری یا اجتماعی اتفاق می افتد، ولی به آسانی به وسیله تبادل‌های متقاطع مختل می‌شود. در حقیقت ارتباط سطحی را می‌توان ارتباطی دانست که به تبادل‌های مکمل ساده محدود شود. چنین ارتباط‌هایی در فعالیت‌ها و مناسک و وقت‌گذرانی‌ها پیش می‌آید. تبادل‌های پیچیده‌تر، یعنی آنهایی که شامل تداخل فعالیت همزمان بیش از 2 حالت من می شوند، تبادل های نهفته هستند و این مقوله است که اصل و اساس بازی هاست. فروشندگان حرفه‌ای معمولاً در تبادل های زاویه دار مهارت دارند، یعنی تبادل هایی که شامل 3 حالت من می شود. مثال نه چندان خوشایند ولی مؤثری از بازی فروش در مکالمه کوتاه زیر نشان داده شده است. فروشنده: این یکی بهتر است ولی به بودجه شما نمی خورد. خانم خانه‌دار: من همین را برمی دارم. تحلیل این تبادل در شکل 5 الف نشان داده شده است. فروشنده به عنوان بالغ 2 واقعیت عینی را بیان می کند. این یکی بهتر است و به بودجه شما نمی خورد. در سطح ظاهری یا اجتماعی این انگیزه ها به سمت جنبه بالغ خانم خانه‌دار فرستاده می شود که پاسخ بالغ از سوی او ممکن بود چنین باشد: بله، در هر 2 مورد حق با شماست، ولی در لایه نهفته یا در سطح روانشناختی بالغ آموزش دیده و با تجربه فروشنده بردار را به سوی کودک خانم خانه‌دار جهت می‌دهد. صحت قضاوت فروشنده موقعی تأیید می‌شود که کودک جواب می‌دهد، یعنی نهایتاً می‌گوید مهم نیست پولش چقدر می‌شود، اما من میخواهم به این مردک متکبر ثابت کنم که از بقیه مشتریهایش
کم و کسری ندارم. در هر دو سر تبادل مکمل است، زیرا جواب در ظاهر به صورت یک قرارداد خرید بالغ پذیرفته می شود. تبادل مضاعف نهفته شامل چهار حالت من است که در اغلب بازی ها مشاهده می شود. گاوچران: بیا برویم انبار علوفه را نشانت بدهم. زن مهمان: من از بچگی از انبار علوفه خوشم می آمد. به طوری که در شکل 5B نشان داده شده است، در سطح اجتماعی این مکالمه است در سطح بالغ درباره انبار علوفه، ولی در سطح روانشناختی مکالمه ای در سطح کودک و در مایه عشق ورزی است. در ظاهر به نظر می آید که بالغ ابتکار عمل را در دست دارد، ولی مثل تمام بازی ها نتیجه کار همیشه تابع اراده کودک است و شرکت کنندگان ممکن است به حیرت بیفتند. بنابراین تبادل ها را می توان به مکمل یا متقاطع و ساده یا نهفته طبق بندی کرد و تبادل های نهفته را می توان به سنخ های زاویه‌دار و مضاعف تقسیم نمود.